امروز دهم محرم برابر است با روز عاشورا و سالیاد شهادت امام حسین نواسه پیامبر بزرگ اسلام. از این روز اینجا در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی طی برگزاری محفل با حضور شماری از مقامهای حکومتی، علمای دینی و ساکنان هرات گرامی داشت به عمل آمد. هدف از برگزاری این محفل گرامی داشت و یاد بود از سیرت مسلمانان صدر اسلام عنوان شده است. بزرگان امت اسلامی، اهل بیت نبی علیه السلام، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت امام حسین و اهل بیت نبی علیه السلام در این ماه به شهادت رسیدند و امروز میخواییم که پاره از سیرت و زندگانی و بزرگار در جلسه انشاءالله مطرح بشه تا یادبودی باشه به خاطر عملی ساختن سیرت و حسنه اونها در زندگی ما انشاءالله. در دهم عاشورا امام حسین با 72 تن از یارانش در دشت کربلا شهید شد. اشتراک کنندگان این محفل قیام امام حسین را قیام ایجاد یک جامعه سالم و علیه فساد اجتماعی عنوان می کنند. ما به خاطر ثواب، به خاطر اتفاق، به خاطر اتحاد بررسی شه، نه تا به خاطر خدای نخواسته اختلافات و دگودگی برطرف شه. فقط تجلیل از این روز ما تجلیل میگیریم به خاطر اتفاق و اتحاد و همبستگی نشون بده. تجلیل از این روز تحت چوکات شرعی باشد. پیامی عاشورا پیامی است که برای امت اسلامی میرساند که امت اسلامی در مقابل منکرات، در مقابل نابسامانی ها، در مقابل نارسایی ها باید شهامت و مردانگی و شجاعت از خود نشان بدهند. رئیس شورای علمای هرات میگوید که دست های پشت پرده کار می کنند تا با بزرگ جلوه دادن تفاوت های نچندان مهم اختلاف ها را میان مسلمانان ایجاد کنند. بالاخره به این نتیجه رسیدند دشمنان اسلام که چی کنن که در بین مسلمان ها اختلاف بیندازن که خودشان در بین خود بزنن. این مصیبت دیگه پیغمبرم از این خبر داره که این زمان به امت ما می آید. مسئولان اداره محلی هرات عاشورا را یک فرصت مناسب برای ایجاد فضای متحدانه در کشور و هرات عنوان می کنند. والی هرات از علما می خواهد تا به دست های بیگانه ای که به خاطر ایجاد اختلاف بین شهروندان کشور کار می کنند اجازه استفاده از منبر منحصر تریبون داده نشود. عزیزان، این فرصت است و فرصتی باید گردانیده شود توسط علمای کلام به خاطر وحدت امت اسلامی. در این روزها نباید عرفها و حدیثهای از باب تفرقه میان مسلمین زده شود. منابر به خاطر وحدت امت اسلامی باید استفاده شود، چون که به صدها و هزاران دستگاهی است که به خاطر تفرقه میان امت اسلامی کار می کند. از روز عاشورا همساله در تمام کشورهای اسلامی گرامی داشت و عمل می آید. از این روز، روز پنج شنبه نیز در بخش‌های مختلف هرات با برگزاری مراسم ویژه بزرگداشت شد.